واکسیناسیون کرونا باعث کاهش موارد ابتلا در بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان شده و محدودیت‌های ناشی از این بیماری در آمریکا و تعداد زیادی از کشورهای اروپایی در حال کاهش است. با این حال، کارشناسان هشدار دادند گسترش سویه دلتا که قدرت سرایت بسیار بالایی دارد به معنای وجود راهی طولانی تا پایان همهگیری است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده میزان مبتلایان کرونا در سطح جهان به کمترین میزان خود از ماه فوریه رسیده اما در این حال هشدار داده گونه دلتا همکنون در 92 کشور جهان مشاهده شده و این سویه یک موج مرگبار در مناطق مختلف جهان به راه انداخته است این سازمان همچنین هشدار داده گونه دلتا که نخستین بار در هند شناسایی شد در حال تبدیل شدن به گونه غالب کرونا در جهان است در بیشتر کشورهای اروپایی موارد جدید ابتلا بستری در بیمارستانها و مرگ ناشی از کرونا به پایین ترین میزان خود در یک سال اخیر رسیده و با واکسیناسیون گسترده محدودیت بیشتری در حال لغو شدن است تحقیقات انجام شده در انگلستان نشان می دهد قدرت سرایت گونه دلتا در مقایسه با گونه بسیار مصری آلفا که نخستین بار در انگلستان شناسایی شد حدود 60 درصد بیشتر است و از قدرت مقاومت بالاتری در مقابل واکسن برخوردار است خصوص در بین کسانی که تنها یک دوز واکسن دریافت کردند. بریتانیا یکی از برترین کشورهای جهان در واکسیناسیون گسترده کرونا همکنون با موج سوم این بیماری روبرو شده و 99 درصد موارد جدید ابتلا در این کشور مربوط به گونه دلتا است. روسیه نیز در حال ثبت بیشترین مبتلایان خود در پنج ماه اخیر است و آمار فوتیهای روزانه ی این کشور از مرز 600 نفر عبور کرده. در لیسبون پایتخت پرتغال در حال حاضر بیش از 70 درصد موارد جدید ابتلا ناشی از گونه دلتاست و آلمان که بیش از 35 درصد جمعیت خود را به طور کامل واکسینه کرده و 53 درصد از جمعیت این کشور دوز نخست واکسن را دریافت کردند، پرتغال را به عنوان منطقه پرخطر اعلام کرده و اکثر پروازهای ورودی از این کشور ممنوع شده است. کارشناسان سلامت همچنین اعلام کردند گونه دلتا تا اواسط ماه آگوست سال جاری میلادی به سوی غالب در یونان یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری در اروپا تبدیل می شود. همچنین چندین منطقه در اسپانیا به خصوص کاتالونیا حدود 20 درصد از کل موارد تازه ابتلا ناشی از سویه دلتا اعلام شده است. مقامات این کشور اعلام کردن این سوی می تواند تا یک ماه دیگر به گونه غالب در مناطق مختلف اسپانیا تبدیل شود. در کنار اروپا اندونزی بدترین وضعیت کرونا در میان کشورهای جنوب شرق آسیا را دارد و موارد کنونی ابتلا در این کشور به بیشترین میزان خود از ابتدای همه رسیده است. تایلند هم اعلام کرده برای مهار موج تازه کرونا محدودیت های سختگیرانه بار دیگر اعمال می شود. نخست وزیر مالزی هم اعلام کرده قرنطینه سراسری که قرار بود یک ماه در این کشور ادامه داشته باشد تا مهار کامل موج تازه بیماری ادامه خواهد داشت و بنگلادش هم بار دیگر وارد قرنطینه سراسری شده است در حالی که نگرانی ها از گسترش گونه دلتا در ایالت های مختلف هند افزایش یافته نارندرا مودی نخست وزیر این کشور از جمعیت 940 میلیونی افراد بالغ هند خواسته با کنار گذاشتن تردیدها درباره واکسن های کرونا هر چه زودتر واکسینه شهر سیدنی استرالیا نیز با شناسایی یک فرد مبتلا به گونه دلتا در اوایل ماه ژوئن و ثبت 110 مورد جدید کرونا وارد قرنطینه دو هفته ای شده است. همچنین در کشورهای آفریقایی موارد جدید ابتلا 25 درصد افزایش پیدا کردند.